سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. همایش بزرگداشت مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در تهران با انتشار بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده علامه فقید، ابتکارات و راه آیت الله مصباح ادامه پیدا کند. بزرگداشت ایشون معنای زنده نگه داشتن جهتگیری ایشون و راه ایشون. تأمین نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشینالات و تجهیزات با ارز نیمایی 28500 تومانی از امروز. رئیس کل بانک مرکزی: دیگر نیازهای ارزی مردم در بازار مبادله‌ای تأمین خواهد شد. حدوداً 40 نوع نیاز ارزیه که تمام اونها میتونن بیان در بازار مبادله ارزی ارزششون رو تأمین کنن. برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در میز اقتصاد امروز بررسی می‌شود. تشکیل جلسه ستاد ملی کرونا پس از چند ماه و همزمان با شناسایی سویه‌های جدید، تأکید بر استفاده از ماسک، کنترل‌های مرزی و مسافری، تزریق واکسن و رعایت‌های ضروری در اماکن عموم. بومی‌سازی فناوری تولید نانوفیلترهای صنعتی، افزایش جذب و جداسازی ذرات در ابعاد نانو در صنایعی همچون خودروسازی، کشتیرانی و ریلی. نانو فیلتر بالای 3000 یورو میتونه قیمت داشته باشه، ولی خب ما با یک سوم قیمت این فیلتر این رو در واقع تولید می‌کنیم. تدارک مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت قهرمانان اسلام، شهیدان سلیمانی و ابو مهدی در ایران و عراق. صدها تن از شخصیت‌های سیاسی شیعه، اهل سنت، مسیحی و کرد عراقی یاد و خاطره فرماندهان پیروز را در بغداد گرامی داشتند. به عهد خود نسبت به فرماندهان پیروزی وفادار خواهیم ماند و تا انتقام خون این شهدا گرفته نشود، هرگز آرام نخواهیم نشست. و ثبت بیشترین افت شاخص بورس وال استریت در 14 سال اخیر. اقدام بانک مرکزی آمریکا وضع شاخص‌های بازار سهام آمریکا را در سال 2008 زنده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. مشروع خبرهای نیمروزی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دومین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه محمد تقی مصباح یزدی با عنوان استاد فکر در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور و جمعی از اندیشمندان داخلی و خارجی حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. همچنین در ادامه مراسم بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت الله مصباح یزدی که 5 دی برگزار شده بود منتشر شد. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی پخش خواهد شد. عرضه ارز نیمایی با قیمت 28500 تومان از امروز. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این خبر قیمت ارز در بازار آزاد را تحریفی خواند و گفت با مداخله بانک مرکزی به زودی این قیمت اصلاح خواهد شد. آقای فرزین همچنین هماهنگی نقشه تجاری و نقشه ارزی را از جمله مواردی دانست که در سیاست‌های ارزی کشور باید به آن توجه شود. امروز بازار آزاد ارز هم حدود 4000 تومان کاهش یافت. دیشب رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی جدید مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری. بریم سراغ مهمترین دغدغه این روزهای مردم و اون آقای فرزین ابتدا گریزی به قیمت‌های افسار گسیخته ارز در بازار زد و گفت این قیمت‌ها تحریفی است و هیچ گونه هماهنگی با واقعیت بنیادی اقتصاد کشور ندارد. تا سال آینده هم ارز نیمایی با قیمت 28500 تومان عرضه خواهد شد.
بازار کالا باید بدونه قیمتش چنده، باید بدونه که اگه 6 ماه دیگه میخواد ماده اولیه وارد کنه چگونه باید وارد کنه، با چه نرخی وارد کنه. به همین دلیل به عنوان بانک مرکزی اگرچه میدونم سختی‌هایی وجود داره، ولی برای اینکه بتونیم بازار کالا رو کنترل کنیم مجبوریم که یک ثبات نسبی در یک دوره محدود به وجود بیاریم. آقای فرزین در پاسخ به این سوال که آیا این ارز 28500 تومانی نیما چیزی شبیه ارز 4200 تومانی یک ارز ترجیحی جدید خواهد بود، گفت تفاوت داره. ارز 4200 تمام نیازها را قرار بود برطرف کنه. من عرض کردم کالا. خب بهتره پس اینطور سوال کنیم، این ارز 28500 به چه کالاهایی تعلق میگیره؟ عرض کردم کالای اساسی، ماشین‌آلات، تجهیزات، به این کالاها اختصاص شما معتقدید و شما معتقدید که با این روند به صادرکنندگان خرده ما هیچ آسیبی نمیرسه؟ نه خیر، معتقدم آسیب نمیرسونه. البته ببینید، ما وقتی در مورد یک سیاستی داریم صحبت میکنیم ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه. رئیس کل جدید بانک مرکزی همچنین با اشاره به وجود تنوع نیازهای ارزی کشور گفت به زودی بازاری جدید به نام مبادله ارزی ایجاد خواهد شد. حدوداً 40 نوع نیاز ارزیه که تمام اونها میتونن بیان در بازار مبادله ارزی ارزششون رو تامین کنن، قاعدتاً اون نوسان خواهد داشت. اصلاح نظام بانکی با 5 دستور کار جدید از دیگر محورهای این گفتگوی نیم ساعته بود. از حرکت نظام بانکی به سمت تخصصی شدن، کنترل بر مصارف مالی بانک‌ها، گسترش تسهیلات خرد، خروج از بنگاهداری تا خط و نشان برای بانک‌های ناتراست. قطعاً بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند باشون برخورد خواهد شد. در حال گرفتن، یعنی به دنبالی هستم که اختیارات لازم برای این کار هم انشالله بانک مرکزی بگیرید. بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه از دیگر برنامه‌های اعلامی آقای فرزین بود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از طرح تهاتر نفت در قبال ساخت طرح‌های عمرانی با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گفته آقای افندی‌زاده در این طرح تامین منابع از طریق واگذاری نفت صورت می‌گیرد. بحث تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه‌های مهم کشور مورد تایید دولت قرار گرفته. فقط باید اینها ابلاغ بشه که اگر این کار صورت بگیره که تقریبا حدود بیش از 90% اون رو تقریبا مراحل طی شده، فقط ابلاغش مونده، چندین پروژه مهم در بحث شبکه‌های ریلی، بحث‌های بزرگراهی، حتی بحث‌های مربوط به شهر فرودگاهی حضرت امام، این پروژه‌ها متناسب با میزانی که در تهاتر نفت مشخص شده اینا در قدر تعیین شده. دستور رئیس جمهور برای تجدید واکسیناسیون همگانی و کنترل مبادی ورودی کشور برای پیشگیری از گسترش موج جدید کرونا. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شیوع دوباره این بیماری در برخی کشورها، وزارت بهداشت را مکلف کرد تمهیدات لازم برای تجهیز و آمادگی مراکز واکسیناسیون کرونا را فراهم کند تا همه کسانی که 6 ماه از تزریق آخرین دوز واکسن کرونا آنها گذشته بتوانند برای واکسیناسیون اقدام کنند. تمرکز وزارت بهداشت بر رفع کمبود اقلام دارویی برای آمادگی در صورت افزایش احتمالی آمار مبتلایان به کرونا دستور دیگر رئیس جمهور بود. رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما هم مأموریت داد بسته رسانه‌ای برای افزایش آمادگی و سطح اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه تهیه و اجرا کنند. آقای رئیسی همچنین کنترل کامل و دقیق مبادی ورودی کشور را ضروری دانست و خواستار اجرای دقیق طرح‌های پیشگیری هوشمند در دستگاه‌ها شد. در شبانه روز گذشته 326 شهروند ژاپنی به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در آمریکا هم 195 نفر به فهرست کشته‌های کرونایی این کشور در 24 ساعت گذشته اضافه شدند. در اروپا فرانسه با 115 کشته بیشترین آمار مرگ و میر کرونایی را به خود اختصاص داد. در شبانه روز گذشته 1222 نفر در جهان جان خود را
بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. 417 هزار نفر هم به کرونا مبتلا شدند. بومیسازی فناوری تولید نانوفیلترهای صنعتی. فناوران یک شرکت دانش‌بنیان توانستند نانوفیلترهایی را تولید کنند که در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، کشتیرانی و ریلی کاربرد دارد و در مقایسه با نمونه خارجی با یک سوم قیمت تولید و عرضه می شود. همکاری متخصصان رشته‌های نانو، پلیمر، شیمی و نساجی منجر به تولید نانوفیلترهای صنعتی در یک شرکت دانش‌بنیان شد. افزایش جذب ذرات و قابلیت جداسازی ذرات در ابعاد نانو موجب شده تا این محصول فناورانه از رقبای داخلی و خارجی سبقت بگیرد. ما دستگاهی را ساختیم که برای پوشش دهی نانو روی کاغذ فیلتر بتونیم هزینه رو کاهش بدیم. نانو فیلترهای صنعتی یک محصول تحریمی بوده که برای حذف ذرات آلاینده در صنایع مختلف از جمله موتور خودرو کاربرد دارد. کشورهای اروپایی در واقع منبع تولید کننده یا اینو فیلترهای خاص برای صنایع کشتیرانی و صنایع ریلی بودند که خب حجم ارزبری خیلی زیادی رو برای کشور ما متحمل می‌شد. الان با توجه به بحث تحریم‌هایی که ما هستیم، خوشبختانه البته تونستیم توی این بحث موفق باشیم. ساخت داخل این محصول فناورانه نسبت به نمونه خارجی مزیت‌هایی داره. اون پوشش نانو ماندگاری یا طول عمر اون فیلتر رو افزایش بده و میزان راندمان و افزایش بهره برداری که به اصطلاح اون شخصی که میخواد از این نوع فیلتر استفاده بکنه حالا توی ماشینالات مختلفش عمر بیشتری داشته باشه. این نوع فیلتر بالای 3000 یورو میتونه قیمت داشته باشه، ولی خب ما با یک سوم قیمت این فیلتر این رو در واقع تولید میکنیم. توسعه محصول و تجاری سازی آن در بازارهای بین المللی یکی از اهداف این شرکت دانش بنیان است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. انهدام مواضع دشمن و آزادسازی مناطق اشغال شده در دومین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش. نیروی دریایی ارتش انهدام اهداف ساحلی را بر عهده داشت و نیروی زمینی هم موفق به اجرای دقیق عملیات در شرایط سخت آب و هوایی شد. اگر ریزپرندی شبانه قصد نفوذ به حریم هوای کشورمان را داشته باشد، تکلیفش را مجید یک سره می کند. این هدف ماست و الان ما روش لاک هستیم. مجید نام این سامانی پدافندی ارتفاع کم است که موشک های ضد رادار دارد. در نخستین ساعت های صبح هم نیروی زمین گردش جلوگیری از نفوذ دشمن را در زیر باران تمرین کرد. حتی کار کشته ترین رزمندگان هم شرایط منطقه و آب و هوا را سخت توصیف کردند. در طول 8 سال جنگ من چنین شرایط جوی رو نداشتیم که با دشمن مقابله می‌کردیم. تونس هم قدرت زرهی خودش رو نشون بده نیروی زمینی، هم قدرت تحرک خودش رو نشون بده. یگانهایی که ما در این رزمای شرکت کرده بودیم با قدرت تحرک خودشون تونستن در یک موج وارد منطقه بشن. تمرین ابتکاری امروز هم نشینی شکارچیان صحرا با کوسه های خلیج فارس بود. قلبانان جوان هوانیروز همیشه قهرمان توانستند با انجام عملیات مشترک با نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نشست و برخاست بر روی عرشه‌های شناور سطحی این نیرو یک قابلیت جدید به قابلیت‌های هوانیروز بیافزایند. این یعنی دستیابی نیروی زمینی به عمق دریا و افزایش قدرت دریایی ایران. برای اجرای دیگر تمرین امروز پهپادهای آرش و باور 5 نیروی دریایی به پرواز در آمدند. انهدام کامل این هدف شبیه سازی شده طراحی فرماندهان رزمایش است.
بله، گزارش رو به اتفاق دیدیم، اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر برنامه‌های امروز این رزمایش گفتگو می‌کنم با خبرنگار اعزامی به منطقه عمومی رزمایش. آقای مهتری، سلام بر شما. به ما بگید که تا شب چه عملیات‌هایی انجام خواهد شد و کدام نیروها به عنوان عمل کننده اجرای عملیات دارند؟ به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما خانم حسین‌زاده و بینندگان عزیز. من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یه اشاره‌ای بکنم به گزارش همکارم آقای اژدهایی، گزارشی که مشاهده کردید و عملیات نیروی زمینی که از صبح امروز آغاز شد در شرایط بد آب و هوایی در بارندگی باران، یعنی ما تو وقتی تو منطقه بودیم راه رفتن هم برامون به سختی داشت انجام میشد، ولی همونطور که در گزارش دیدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خوبی مأموریت خودشو انجام داد و اهداف از پیش تعیین شده رو منهدم کرد. بله، برمیگردم به سوال شما. اما تا ساعتی دیگه قرار سامانه پدافندی 15 خرداد یک عملیات داشته باشه، عملیاتی که بر علیه یک پهپاد هست، پهپادی که بدون توجه به اخطارهای قبلی وارد منطقه عمومی رزمایش شده و قرار سامانه 15 خرداد هدف رو منهدم بکنه. این رو بگم که سامانه 15 خرداد یک سامانه پدافندی میانبرده که اهداف رو تا فاصله 150 کیلومتری شناسایی و در فاصله 120 کیلومتری ردگیری میکنه و این سامانه قابلیت این رو داره که همزمان 6 هدف رو ردگیری و منهدم بکنه. در بخش دیگه برنامه رزمایش هم قراره که جنگنده های نیروی هوایی ارتش از پایگاه بندرعباس به پرواز در بیان و اهداف رو منهدم کنن با بمبای هوا به سطح. توی این عملیات قراره که سوختگیری هوایی هم انجام بشه. خب خیلی متشکریم از شما آقای سجاد مهتری، خبرنگارمون از رزمایش ذوالفقار. ادامه خبرها، همطور که در ابتدای این بخش خبری هم اعلام شد، دومین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه محمد تقی مصباح یزدی با عنوان استاد فکر در سالن اجلاس سران و با حضور رئیس جمهور و جمعی از اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم مرحوم علامه مصباح یزدی را چهره برجسته حوزه جهاد تبیین، مقابله با انحراف، دشمن شناسی و دشمن ستیزی توصیف کرد. رئیس جمهور این استاد اخلاق را از اساتید برجسته و اثرگذار در حوزه عمل و احکام دانست و با اشاره به مبارزات علامه مصباح یزدی در دوران حکومت پهلوی گفت زمان، سمت شناسی و احساس مسئولیت علامه مصباح در شناخت فتنه ها و بسیج کردن نیروها در برابر توطئه گران ممتاز بود، به همین دلیل او را عمار انقلاب نامیدند. آقای رئیسی مقابله با اندیشه های انحرافی و فتنه‌گران را از دیگر ویژگی های علامه مصباح دانست که سبب شد او در کنار سردار شهید سلیمانی به عنوان الگوی مقابله و ایستادگی شناخته شود. در پایان این کنگره از سند تولید علوم انسانی اسلامی به قلم مرحوم آیت الله مصباح هم رونمایی شد. در این مراسم بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت الله مصباح یزدی که 5 دی برگزار شده بود منتشر شد که به محض دریافت در بخش‌های بعدی خبر پخش می‌شود. سه روز مانده به سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌های مختلفی در حسینیه‌ها، اماکن مذهبی و مزار شهدا در سراسر کشور در حال برگزاری است. مردم هم در این برنامه‌ها از سردار شهیدشان بیش از هر زمان دیگری یاد می‌کنند. 4 ساله است، فقط به عکس روی لباسش نگاه و اشاره کرد. او را در مراسم تشییع 200 شهید گمنام دیدم، اما
اگر یاد حاج قاسم روی لباس‌ها هم سنجاق نشود، ردی از نگاه و خاطرش بالاخره یک جا پیدا می‌شود. یک نمونه بارز الگو می‌تونه برای ما نوجوانا باشه، درس زندگی، الگو و اینکه ما ملت امام حسین هستیم رو به ما آموخت. قاطعی حاج قاسم رو دوستش دارم. عکس حاج قاسم رو گذاشتم توی پس‌زمینم تا همیشه یادشون به ذهنم باشه. بنده ارادت خاصی با حاج قاسم دارم. سه سال گذشته از 13 دی 98 و هنوز پاک نشده خاطره آن صبح سرد. جلوی چشم همیشه یادم میاد، همش با اشک و ناراحتی. آتیش گرفته از ناراحتی. خبرشو که شنیدیم برامون غیر قابل باور بود حقیقتا. تلویزیون روشن کردم، اشک اومد تو چشمم. دیدم نه واقعا این اتفاق افتاده. فرداش امتحان ریاضی داشتیم و یادم تو مدرسه سر امتحان ریاضی همه گریه می‌کردیم. در این مدت گاهی حسرت ورد زبان‌ها شد. به خوبی ایشون رو نشناخته بودن، وقتی که درجه رفیع شهادت رسیدن، وقتی به قول ما رو حماسه‌هاشون و اینا رو تلویزیون آشکار کرده، تازه کاراشون رو داره واسه ما میگه، روز به روز متاثرتر میشه. مردی که برای کودکان هم یک هویت آشنا دارد. وقتی حاج قاسم بود من خیلی خوشحال بودم، ولی وقتی که شهید شد من خیلی ناراحت شدم. بچه ها رو خیلی دوست داشته. حاج قاسم را نه فقط در گفتارش بلکه در رفتار و میدان عمل شناخته. دنبال این نبود که بگه من دیده بشم، مردم از من خوششون بیاد. نه، میگفت بذار خدا منو ببینه. از این حاج قاسم را دوست داره میتونه بخونه چه کسی رو دشمن بشریت میدونسته و راهش رو ادامه بده. راه حاج قاسم رو حتما ادامه میدیم. خدا به حرمت این مادره شهدا و به حرمت این تیرزنهای ما، خدا ان شاءالله به ما رحم کنه. به حق محمد و آل محمد ما هم به شهادت نائل بگردن. برگشت از معرکه ها. محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما. صدها تن از شخصیت‌های سیاسی شیعه، اهل سنت، مسیحی و کرد عراقی یاد و خاطره فرماندهان پیروز، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در بغداد گرامی داشتند. در این مراسم تاکید شد جنایت ترور سرداران مقاومت بی پاسخ نخواهد ماند. در خیابان‌های بغداد این شب‌ها چی می‌گذرد؟ دوشنبه شب سومین سال روز شهادت حاج قاسم در ورودی فرودگاه بغداد است و حالا مردم بغداد بیاد فاجعه آن شب هولناک، تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را شبانگاهان به نشانه انزجار از آمریکا در دست می‌گیرند. اوفیا الی هؤلاء القاده. به عهد خود نسبت به فرماندهان پیروزی وفادار خواهیم ماند و تا انتقام خون این شهدا گرفته نشود هرگز آرام نخواهیم نشست. در همین راستا صدها شخصیت سیاسی شیعه و سنی و کرد و مسیحی برای اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی در مراسمی که سفارت ایران در بغداد بیاد حاج قاسم و ابو مهدی المهندس برگزار کرده شرکت کردند. جریمه الغاشمه التي ارتكبت بحق قادة النصر في مطار بغداد الدولي هي خطيئه امريكيه لا تغتفر. جنایتی که علیه فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد و توسط آمریکایی‌ها انجام شد هرگز بخشودنی نیست. این دو فرمانده نقش بسیار مهمی در آزادی عراق از لوس تکفیری‌ها داشتند که تا ابد مدیون آنها باقی خواهیم ماند. آنها بر ادامه راه این دو شهید تأکید و جنایت آمریکا را مجدداً محکوم کردند. هم شهیدان الحاج قاسم سلیمانی. نام این شهید دو بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در تاریخ نوین عراق و منطقه جاودان باقی خواهد ماند. فداکاری های این شهدا را مردم مناطق تحت اشغال داعش هرگز فراموش نمی کنند. امیدواریم این مراسم زمینه باشه برای وحدت بیشتر دو ملت باشه انشالله و حکمت الهی بر این تحقق پیدا کرده، اراده الهی که نه در کنار هم شهید بشن و خونشون در هم آمیخته بشه که زمینه ساز وحدت باشه انشالله. فراخوان عراقی ها برای حضور گسترده مردم در محل شهادت یعنی ورودی فرودگاه بغداد آغاز شده.
پیش بینی می شود هزاران عراقی دوشنبه شب با حضور در ورودی فرودگاه بغداد با آرمانهای شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجدید پیمان کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد. مردم بوسنی یاد سرداران مقاومت را گرامی داشتند. مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و شهدای بوسنی و هرزگوین در پایتخت این کشور برگزار شد. سومین یادواره قهرمانان و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، سرداران مبارزه با ظلم، استکبار و تروریسم بین المللی در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. این یادواره برای ادای احترام به همه شهدا و قهرمانان جنگ بوسنی و شهدای مقاومت به میزبانی انجمنهای مردم نهاد و خانواده های شهدا و جانبازان جنگ، انجمن مادران سربرنیتسا و بنیاد زمان سارایوو در مرکز اونیتیک اجرا شد. علی البلداوی نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در بالکان در این مراسم گفت: درسی که این شهادت به ما می‌دهد این است که امروز باید راهمان را بین شهدا و قاتلان آنها انتخاب کنیم. شهدا حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان هستند و قاتل آنها آمریکا می‌باشد. سخنرانان در این مراسم بر احیای یاد شهدا به عنوان حافظان صلح، آرامش و امنیت تأکید کردند. همه شهدا و شهدای سربرنیتسا شایسته بالاترین احترام هستند. من از برگزار کنندگان این مراسم که یاد شهدا را زنده کردند تشکر می‌کنم. این افتخار را داشتم که شخصا با ژنرال قاسم سلیمانی آشنا شوم و در خانه‌اش میهمان باشم. او بر اساس رسوم و سنت ایرانی‌ها از ما پذیرایی کرد. انسانی که نگاهش، رفتارش و تفکرش بزرگ بودن را نشان می‌داد. در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس از زوایای شخصی و سبک زندگی سردار مقاومت به نمایش گذاشته شد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو. ثبت بیشترین افت سالانه شاخص بورس وال استریت در 14 سال اخیر. اقدام بانک مرکزی آمریکا وضع شاخص‌های بازارهای سهام آمریکا در سال 2008 را زنده کرد. شاخص میانگین صنعتی داو جونز، یکی از اصلی ترین شاخص‌های بورس در آمریکا، امسال 8.5% کاهش را در مقایسه با پارسال نشان می‌دهد. شاخص سهام نزدک، دیگر شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک، بزرگترین بازار معاملات الکترونیک سهام در آمریکا است، هم امسال 33% در مقایسه با پارسال کاهش یافت. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بازار سهام در بورس آمریکا در سال 2022 حدود 9000 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد که بدترین عملکرد از سال 2008 تا کنون است. وزارت کشور ترکیه تدابیر امنیتی جدیدی را در سراسر این کشور به اجرا درآورده. این تدابیر به مناسبت سال نو میلادی اجرا شده است. سال نو میلادی در ترکیه زیر سایه تدابیر شدید امنیتی. به موجب حوادث تروریستی ماه‌های اخیر، تجمعات آخر سال میلادی در اماکن پرجمعیت ترکیه امسال با محدودیت‌های ویژه همراه خواهد بود. وزیر کشور ترکیه از سازماندهی هزاران نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت اماکن شهری خبر داد. بنا به مقرراتی که به 81 استان ابلاغ شده، 490435 نیروی امنیتی، اهم از ژاندارمری، پلیس و گارد ساحلی، در قالب 81219 تیم برای تأمین امنیت مراسم سال نو میلادی انجام وظیفه خواهند کرد. مقررات شدید امنیتی تا پایان روز یکشنبه 1 ژانویه 2023 ادامه خواهد داشت. بنجه از نظر من باید تدابیر امنیتی جدی گرفته بشه تا خدای نکرده شاهد حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان شهروندان نباشیم. جاده ها، اماکن گردشگری، مراکز خرید، بنادر، رستوران ها، فرودگاه ها و ایستگاه های مترو و اتوبوس تا
تحت تدابیر ویژه امنیتی خواهد بود. پیشتر هشدارهای امنیتی برای عدم حضور اتباع خارجی در اماکن شلوغ و پرجمعیت ترکیه از سوی سفارتخانه برخی کشورهای غربی هم صادر شده بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. جمعی از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی درباره افزایش خطرهای امنیتی در سرزمین‌های اشغالی هشدار دادند. علت صدور این هشدار روی کار آمدن کابینه راستگرای در اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو و وعده‌هایش درباره حمایت از شهرک نشینان اعلام شده است. این گروه از فرماندهان صهیونیست پیش بینی کردند به سبب افزایش تجاوزات شهرک نشینان به مسجد الاقصی، سرزمین‌های اشغالی و به ویژه قدس و کرانه باختری شاهد روزهای بحرانی خواهد بود. کابینه رژیم صهیونیستی چند روز قبل با حواشی و مخالفت‌های متعدد از کنست رأی اعتماد گرفت. صدای اختلافات داخلی در حزب لیکود بلافاصله پس از به قدرت رسیدن نتانیاهو بلند شد. شبکه کان 11 رژیم صهیونیستی در گزارش اعلام کرد نتانیاهو پس از تشکیل کابینه ائتلافی از سوی همحزبی‌های خود دچار مشکل سیاسی شده. معترضان جمعی از نمایندگان کنست و از حزب لیکود هستند که به سبب نرسیدن به منصب خود را بازنده می‌دانند. این شبکه پیش بینی کرد این اعتراض‌ها در هفته‌های آتی به یکی از نگرانی‌های نتانیاهو برای ادامه کار تبدیل می‌شود. تحلیلگران سیاسی کابینه نتانیاهو را شکننده می‌دانند که با چالش‌های داخلی و بیرونی متعدد روبرو است. انتظار چند ماهه 209,000 کودک در انگلیس برای درمان بیماری. حدود نیمی از این کودکان در فهرست طولانی بیمارستان‌های دولتی قرار دارند و شماری هم بیش از 2 سال است که منتظر دریافت خدمات درمانی‌اند. نشریه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی فاش کرد 209,000 کودک در این کشور ماه‌هاست در انتظار درمانند. بر اساس گزارش این نشریه انگلیسی انتظار والدین 9,000 کودک بیمار برای آغاز درمان به بیش از 1 سال رسیده و انتظار شماری از کودکان بیمار برای درمان هم از 2 سال گذشته است. ما برگه هایی تهیه کردیم و در اون پرسش هایی رو درباره کودکان میپرسیم که تا به حال هیچگاه نمیپرسیدیم. مثلا اینکه آیا غذای کافی برای خوردن دارید یا به غذای خیریه ها نیازمندید؟ آیا خانه شما سرد و نمور است؟ اینها پرسش هایی نیست که در کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان باید از خانواده ها پرسیده شوند. این مقام مسئول در نظام بهداشت و درمان انگلیس در نشستی با ابراز نگرانی از تأخیر طولانی مدت در دریافت خدمات ضروری بهداشت و درمان کودکان میگوید تداوم این شرایط موجب سرخوردگی و عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی این کودکان در آینده می شود و نابرابری ها را در این کشور افزایش می دهد. سال هاست که قشرهای مختلف مردم انگلیس در اعتراض به تعمیق نابرابری ها از جمله نابرابری های بهداشتی در خیابان های مرکزی پایتخت این کشور دست به تظاهرات می‌زنند. سازمان بهداشت و درمان ما بد اداره میشه. دولت‌های اخیر نشون دادن توان اداره کشور رو ندارن. تقریبا هر کاری کردن یا به فساد منجر شده یا تلاش کردن ناکارآمدی و فساد رو لاپوشونی کنن. متاسفانه جایگزین مناسبی هم ندارند. معترضان میگویند حدود 100,000 کودک در این کشور در فهرست آغاز درمان در بیمارستان‌های دولتی هستند که تأخیر در درمان آنان آیندهشان را ویران می‌کند. بقیده شمار زیادی از صاحب نظران در انگلیس ناکارآمدی‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی که منجر به تغییر 3 نخست وزیر در سال جاری شده به بحران‌ها عمق بخشیده و به نارضایتی ها دامن زده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. پایان 3 سال تلاش برای براندازی دولت گوایدو رئیس جمهوری خودخواندگی ونزوئلا منحل شد. مجلس مخالفان ونزوئلا با اکثریت آرا به برکناری گوایدو و انحلال دولت وی رأی داد.
مجلس مخالفان و دولت خودخوانده گوایدو پس از انتخابات سال 2019 ونزوئلا و پیروزی نیکولاس مادورو تشکیل شد. مخالفان دولت مادورو که مدعی تقلب در انتخابات بودند با حمایت کاخ سفید دولت و مجلس تشکیل دادند و کنترل دارایی‌های خارجی و سفارتخانه‌های ونزوئلا در برخی کشورهای غربی را در دست گرفتند. با این وجود گوایدو و حامیانش نتوانستند حمایت مردمی را برای برکناری مادورو به دست آورند. تغییر ترکیب قدرت در آمریکای لاتین به نفع مخالفان آمریکا و آغاز مذاکرات رسمی واشنگتن کاراکاس نقطه پایان تلاش مخالفان دولت ونزوئلا برای براندازی بود که به انحلال دولت خودخواندگی گوایدو منجر شد. ارتش هند موشک کروز پیشرفته فراصوتی هوا به سطح آزمایش کرد. این آزمایش موشکی بر فراز خلیج بنگال صورت گرفت. هدفی که در فاصله 450 کیلومتری قرار داشت با شلیک این موشک از هواپیمای جت سوخو سی مورد اصابت قرار گرفت. هواپیمایی که موشک از آن شلیک شد محصول مشترک هند و روسیه است. فرمانده نیروی هوایی هند پس از شلیک آزمایشی و موفقیت آمیز این موشک پیشرفته گفت نیروی هوایی هند در آینده بر میدانهای جنگ مسلط خواهد شد. پیکرهای چهار شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم در سه استان چهار محال و بختیاری، اردبیل و اصفهان تشییع شد. پیکرهای این چهار شهید در شهرستان کیار و روستای دهنو در چهار محال و بختیاری، شاهین شهر اصفهان و همچنین در دانشگاه اردبیل تشییع و خاک سپاری شد. بدای همه شما قربون تک تکشون بشه. ما هم انشاءالله بتونیم راهشون رو ادامه بدیم. برای جوانامون دعا کنن از این فتنه های انشاءالله سر بلند بیاریم. اگه شهیدا نبودن که ما آسایش نداشتیم. انشاءالله ما جوانا دلمون شهدای بشه و راه شهدان ادامه بدیم. افتخاری بوده که نصیب این مردم شده. چون ما مدیون شهدا هستیم، اینا غریبانه رفتن. کیفرخواست پرونده ترور شهید سلیمانی به مراحل نهایی نزدیک شده است. این خبری بود که رئیس کمیته ویژه پیگیری پرونده ترور سردار شهید سلیمانی اعلام کرد. آقای کدخدایی همچنین در میزگرد تخصصی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه غرب آسیا از ثبت بین‌المللی جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی خبر داد. به گفته آقای کدخدایی مبنای ایران در پیگیری بین‌المللی این جنایت کنوانسیون 1973 سازمان ملل مبنی بر مسئولیت بین‌المللی مقامات کشورهاست. جامعه بین‌المللی به هر حال با توجه به اینکه بیشتر تحت نفوذ آمریکا و کشورهای همسو هستند و طبیعت امور حقوقی و بین‌المللی که به تدریج انجام میشه، ما یک کندی رو در این مجامع بین‌المللی شاهد هستیم، ولی خوشبختانه کارهای مقدماتی برای پیگیری پرونده به خوبی پیش رفته است. مجموعه نامه‌های جوانان و نوجوانان که با عنوان برسد به دست حاج قاسم منتشر شده بود در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. این کتاب نتیجه یک مسابقه دانش آموزی است که انتشارات روایت فتح آن را منتشر کرده است. سه روز پس از 13 دی ماه 1398 فراخوانی سراسری برای ارسال دلنوشته های دانش آموزان خطاب به قهرمان سرزمینشان داده شد. قرار شد که بین دانش آموزان و نوجوانان و جوانان اقصانقاط کشورمون مسابقه برگزار بشه. موضوع نامه ها دلنوشته ها به سردار دلها بود. رهروی راه تو سحر کریمی فت دبیرستان رحمان علی شعبانی. از میان 3000 نامه ارسالی 110 نامه برگزیده شد و شد کتاب برسد به دست حاج قاسم. محتوای برخی نامه ها قول و قرار با سردار بود. قول هایی که این بچه ها تو این نامه ها دادن به حاج قاسم که مثل اون باشن برای سربلندی و سرافرازی کشورشون، حتما سعی و تلاش کنند.
برخی دانش آموزان هم از همدلی نوشته بودند. حس وحدت و حس در واقع علاقمندی نوجوانان و جوانان ما به حاج قاسم رو از لابلای این کلمات میتوانیم خیلی راحت بخونیم. بعضی هم از اقتدار سردار در عین فروتنی. توی این کتاب دانش آموزان یک جا به لطف و محبت و عنایت و توجه حاج قاسم اشاره میکنن، یک جایی به صلابت، قدرت و اقتدار ایشون. ما ملت امام حسینی. کتاب برسد به دست حاج قاسم 224 صفحه دارد. روایت آن مستندگونه است و اصالت نامه ها در آن حفظ شده است. اینکه نامه کاملا نامه دانش آموز باشه. یکی از نامه هایی که توی این کتاب خیلی به نظر من خواندنی هستش و از زبان یکی از دختران سرزمین ما هستش، نامه خانم سحر کریمی فرد هستش. اطمینانی که تو و نیروهای تو به من میدادند باعث میشد تا من بدون ترس از پشمینه پوشان طالبان و وحوش داعش و زورگویان آمریکایی شب هنگام سر را با آرامش بر بالین بگذارم و هیچگاه فراموش نمی کنم که همه ما در خواب ناز بودیم که تو برای ما فدا شدی. فستو برد بلکربه رستگار شد. فکر برای شما در دل مردم این سرزمین جوانه زده است و مطمئنیم سالهای نچندان دور هر ایرانی یک قاسم سلیمانی خواهد شد. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. بیش از 1400 اثر به دبیرخانه 13 جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال شده است. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، از میان این آثار 2781 اثر در قالب فیلم و 641 اثر هم در بخش فیلم نامه ارائه شده است. آیین گشایش 13 جشنواره مردمی فیلم عمار با یاد شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام و شهدای امنیت چهارشنبه 14 دی در آستان مقدس احمد ابن موسل کاظم علیه السلام شیراز برگزار می شود. آیین پایانی جشنواره هم 22 دی با قدردانی از برگزیدگان بخش های مستند و داستانی برگزار خواهد شد. رویداد گوهرشاد زمینه برای ارائه و انتخاب الگوهای حجاب و عفاف در کشور. دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی با حضور در برنامه صف اول از آغاز به کار شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی گوهرشاد به عنوان مرکز رصد ترویج حجاب خبر داد. دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی کشور با حضور در برنامه صف اول از برنامه پیش روی این شورا گفت. شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی گوهرشاد همین هفته، یکی دو هفته که درش هستیم، اعلام حضور میکنه و شروع میکنه در واقع به عنوان یک داور و یک رصدخانه قوی معرفی میکنه بهترین ظرفیت‌های جامعه ما و حتی رویکرد منطقه‌ای و جهانی رو به ترویج این فضیلت بزرگ انسانی به نام حجاب. آقای امامی خبر از فراهم کردن بستری برای ارائه مد و حجاب اسلامی دادند. نمایشگاه‌های عرضه مستقیم پوشش‌های با کیفیت و بسیار ارزان در حوزه‌های مختلف خصوصا حجاب رو دارند. در همین تهران ان شاء الله از 15 دی ماه بزرگترین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای حجاب، پوشش‌های اسلامی و لباس رو در 40 سرای مصلای تهران خواهیم داشت که همین جام دعوت میکنم و پیشنهاد میکنم که تولید کنندگان مختلف از اقصا نقاط کشور در فراخوان کارگروه مد و لباس ما شرکت کنند و این فرصت رو هم پیدا بکنند، هم به مردم بدن که در این شرایط نامتوازن توزیع لباس که مردم شاکیان، خانواده ها شاکیان که چرا بازار ما متناسبه با واقعیت جامعه ما وقتی که رصدش میکنیم نیست، این فرصت نمایشگاه ها البته فرصتیه برای ظهور و تجلی. پویش ملی رستا رو داریم که ویژه دختران 12 تا 18 سال است. این هم باز کار عزیزان مردمی ما هست. باز تاکید میکنم هیچ برنامه اثرگذار فرهنگی مگر اینکه روی دوش خود مردم باشه اساسا مؤثر نخواهد بود. یاسر ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر هیئت نظارت بر سازمان‌های صنفی از اتصال آزمایشی مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها در هفته آینده خبر داد. 1 بهمن آخرین مهلت اتاق اصناف و وزارت صنعت معدن و تجارت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. حدود 60% از مجوزهای کسب و کار رو مجوزهای صنفی شامل میشه که متقاضیان زیادی رو معطل گذاشته. از 10 سال پیش بنده اقدام کردم به مجوز گرفتن از پیک موتوری. شروط اضافه و برخلاف قانون هم در مجوزهای صنفی دیده میشه. تو هر شهرستان کشور براش یه ضوابط خاص و یه حداقل مساحت خاص تعیین کردن. مثلا این مطبخ تهران 30 متر، کرج گفتن 100 متر. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمامی مجوزها از جمله مجوزهای صنفی باید از درگاه ملی مجوزها صادر بشه. پروانه های صنفی در سامانه مستقلی صادر میشن. خب از نظر قانون این پذیرفته نیست. سامانه قدیمی صدور مجوزهای صنفی طبق وعده وزارت اقتصاد قرار بود تا 15 آذر غیر فعال بشه تا گامی باشه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها. اما با گذشت این مهلت میبینیم که درگاه قدیمی g4b.ir همچنان فعاله. حالا وزارت صمت در تازه ترین پیگیری ما از برداشتن گامهایی برای عمل به قانون تسهیل صدور مجوزها، اون هم به صورت آزمایشی، خبر داده. سامانه نوین اسناف به صورت آزمایشی به درگاه ملی مجوزها متصل شده، ولیکن تیمهای فنی در حال انجام آزمایش‌های نهایی برقراری ارتباط بین دو تا سامانه هستند. هفته آینده فرایند ارتباط بین دو تا سامانه و ثبت درخواست پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها اجرا بکنیم. طبق قانون مجوزهای صنفی 80%شون ثبت محورن، یعنی مردم گوشیشون رو بیارن یه مجوز ثبت محور دستگاهی بخوان و چند تا تیک بزنن، بعد چند دقیقه صادر بشه واسه شون مجوز ثبت محور. یعنی این اول بهمن ماه آخرین مهلتی است که به وزارت صمت برای تعیین تکلیف مجوزهای ثبت محور و ایجاد کاربرگ ها داده شده. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. پژوهشگران مرکز رشد واحد فناور دانشگاه آزاد ایلام برای پیشگیری از بیابانزایی و خشکسالی نانوپلیمرهای فوق جاذبه آب تولید کردند. هم اکنون بسیاری از زمین‌های ایران با توجه به بارش کم باران بافت گیاهی خود را از دست دادند. این مشکل موجب شده تا پژوهشگران این واحد نانوپلیمر فوق جاذبه آب را طراحی کنند. این محصول هنگامی که به خاک اضافه شود در ایام تر سال می‌تواند مقدار زیادی آب را جذب کند و در ایام خشک با رهایش آرام آب طول ماندگاری پوشش گیاهی را افزایش دهد و از ایجاد ریزگردها هم جلوگیری کند. طبق وعده مسئولین وزارت جهاد کشاورزی 20 روز تا زمان اعلام تعرفه صادرات محصولات جالیزی باقی مانده است. به اعتقاد کارشناسان این تعرفه ها باید قبل از فصل کشت به اطلاع کشاورزان برسد تا فرصت کافی برای جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی وجود داشته باشد. مزرعه آقای کشفی. سیفیجات کشت میکنیم، از جمله شامل هندونه و ملون و خربزه و اینا میشود. آماده برداشتم به امید خدا 15 فروردین 1402 به بعد انشاءالله. 15 روز بعد و در اول دی سری میزنیم به مزرعه آقای صاحبی. کشاورزی من سیفیجات شامل ملون، هندونه، خربزه جانان، خربزه احمدی میباشد. زمان برداشت محصول 21-1402 میباشد. بررسی آمار کشت محصولات زراعی در مناطق مختلف کشور حکایت از کشت محصولات جالیزی در نیمه دوم هر سال دارد. این در حالیه که متصدیان کشاورزی اعلام تعرفه‌های صادرات محصولات جالیزی را به نیمه فصل زمستان موکول کردند. نهایتاً در بهمن ما این رو اعلام میکنیم. ریشه یابی مشکلات کشاورزان بوشهری در دو ماه گذشته حکایت از اصلا اگه اطلاع داشتیم یک بنش هم ما نمیکاشت. قبل از کشت این تعرفه رو به ما اعلام میکردن، احتمال داشت حالا با کسی که آقا 10 هکتار گوجه داره بکنش 3 هکتار. ما میومدیم سطح زیر کشت رو کمتر میکردیم، به جاش یک کشت جایگزین دیگه کشت میکردیم. مثلا میومدیم مثلا گندم میکاشتیم. که در نهایت منجر به تغییر میزان تعرفه صادراتی محصولات جالیزی شد. حال سوال اینجاست، زمان اعلام این تعرفه ها در زمستان
می تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده عمل کند؟ زمانی می تونه جهت دهی مناسب برای تولید این محصولات داشته باشه که در زمان مشخصی از سال تعیین بشه و برای اجرای اونها نیز مدت زمان معلومی در نظر گرفته بشه تا از زیان تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که در حال حاضر در این بخش فعال هستن جلوگیری بشه. بر اساس تبصره 8 قانون بودجه، دولت مکلف از قبل از اعمال هر گونه تغییرات در تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی 6 ماه قبل از اجرا آن را به کشاورزان و صادرکنندگان اطلاع دهد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز و فردا هوای تهران و کرج برای همه گروه‌ها در وضع ناسالم است. در دیگر کلان شهرها مثل اصفهان، عراق و تبریز هم وضع هوا برای گروه‌های حساس در وضع هشدار است. برای چند روز آینده با ادامه پایداری هوا در سطح کشور شاهد انباشت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم بود. تقاضا داریم که هموطنانمون همکاری‌های لازم را انجام بدن برای سلامتی خودشون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر نداشته باشن. لذا برای چند روز آینده در قالب مناطق کشورمون آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌کنیم. به همراه این پایداری هوا در شهرهای صنعتی به ویژه برای تهران و کرج انباشت آلاینده ها رو داریم که هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای تهران و کرج صادر شده. در این مناطق شرایط برای کلیه گروه ها ناسالم هستش. تقاضا داریم که هموطنانمون در سطح تهران ترددهای غیر ضروری نداشته باشن و از وسایل نقلیه عمومی ته این مدت استفاده بشه. با شدت کمتری برای اصفهان، عراق و تبریز هم هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شده. در این مناطق هم افزایش آلاینده ها رو برای چند روز آینده خواهیم داشت. شرایط برای گروه های حساس ناسالم هستش. تقاضا داریم کودکان، سالمندان و بیماران قلبی در این مناطق ترددهای غیر ضروری در سطح شهر رو نداشته باشن. پاسداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی به زبان نوا و نغمه، مراسمی که همکنون در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما در حال برگزاری است و بخش هایی از این مراسم رو همراه با شما به صورت زنده میبینیم. رهبر محترم و خواننده ارکستر، از همشون تشکر میکنیم. گفت که تمام شهر در خواب و